سلام به همه رفقای عزیزم در ایران اسپورت. خیلی چاکرم بچه ها. برنامه امروز ما اختصاص داره به یه کشتی فوق‌العاده حساس از گلادیاتور کرمانشاه فریدون قنبری. باور کنید ما از اون اول که فعالیت خودمون رو در ایران اسپورت شروع کردیم، کشتیگیری که بیش از هر کشتیگیر دیگه ای داخل کامنت ها مردم درخواست مسابقه‌اش رو داشتن، همین فریدون قنبری بوده. فریدون قنبری عزیز که متاسفانه 2 سال پیش به علت بیماری یک دفعی که براش پیش اومد فوت کرد و یه داغ و حسرت همیشگی رو بر دل علاقمندان به کشتی بر جا گذاشت. حالا من راجع به زندگی پرفراز و نشیب فریدون قنبری آخر برنامه بیشتر توضیح میدم. برگردیم به کشتی که امشب میخوایم با هم ببینیم. این مسابقه حساس بین فریدون قنبری و ساجید ساجیدوف، یکی از بهترین کشتیگیران روسیه در دهه 2000. این دوتا در مسابقات جهانی 2005 بوداپست مرحله 1/8 نهایی خوردن به همدیگه و یک کشتی فوق‌العاده حساس برای هم ایران بود هم روسیه، ولی متاسفانه این مسابقه یه سری ابعاد تاریک اتحادیه جهانی کشتی در اون زمان رو هم به ما نشون میده. حالا در خلال گزارش کشتی من بیشتر خدمتون توضیح میدم، خودتون هم متوجه خواهید شد. داوری در این کشتی به طرز عجیب و غریبی خنده‌دار بود. بریم سراغ گزارش کشتی. فریدون قنبری رو با دو بنده قرمز می‌بینیم و ساجید ساجیدوف رو با دو بنده آبی. ساجید ساجیدوف رو علاقمندان به کشتی به خوبی می‌شناسن، دوبار قهرمان جهان شده و کلی مدال در المپیک و جهانی از تقریبا از سال 2002 تا 2008 چندین مدال جهانی المپیک گرفته. ساجید ساجیدوف کشتیگیر در 84 کیلوگرم برای روس‌ها کشتی میگرفت در مقابل فریدون قنبری که قهرمان جوانان جهان در سال 97 شده، قهرمان آسیا در سال 2004 شده. دو کشتیگیر در حال ارزیابی همدیگه هستن و در حالت سرشاخ دارن سرگردن همدیگه کار میکنن، بیشتر دارن رو انگشتای همدیگه کار میکنن. خیلی انگشتای همدیگه رو از اول کشتی تا این لحظه گرفتن. عضلات فوق‌العاده تنومندی داره فریدون قنبری. دو کشتیگیر همچنان رو سرگردن همدیگه کار میکنن. حدود 1 دقیقه از وقت اول این کشتی گذشته. این کشتی برای زمانی هم هست که مسابقه به صورت تایمی برگزار میشد. به تایم اول دوران میبینیم اینجا فریدون قنبری میره برای کولانداز که موفق نیست، حالا میره برای زیرگیری. اینجا میچرخه و پای ساجید ساجیدوف رو تشک بیرون میکنه، یه خم رو گرفته آورده بالا و در عین ناباوری داور امتیاز رو به ساجیدوف داد. چطور ممکنه؟ چطور همچین چیزی ممکنه؟ داور باید کور باشه که امتیاز رو به ساجیدوف بده. ولی امتیاز ثبت شد، 1-0 به سود ساجید ساجیدوف. حالا دیگه فریدون قنبری باید به آب و آتیش بزنه که این وقت اول رو از دست نده، وگرنه وقت اول رو باخته و 1-0 به سود ساجید ساجیدوف خواهد بود. این صحنه اصلا صحنه حتی مشکوک هم نبود. چطور داورا به ساجید ساجیدوف امتیاز دادن؟ مشخص بود که پای ساجید ساجیدوف اول از تشک رفت بیرون و مربیان ایران هم بلا فاصله معترض بودن. 4-5 نفری میخواستن بیان رو تشک و حالا دو کشتیگیر همچنان رو سرگردن هم دیگه کار میکنن. دیگه چیزی به پایان وقت اول این کشتی نمونده. فریدون قنبری دیگه باید به آب و آتیش بزنه و اینجا وقت اول این کشتی به پایان میرسه. متاسفانه وقت اول رو خیلی مفت ساجید ساجیدوف پیروز شد. بریم سراغ وقت دوم این کشتی. دو کشتیگیر دارن رو سرگردن هم دیگه کار میکنن، همچنان هم انگشتای هم دیگه رو میگیرن. داور اصلاً کیفیت لازم رو برای داوری همچین مسابقه نداره. اینجا میره برای زیرگیری، به زیبایی مال یک خمون مال خود کرده و موفق میشه که ساجیدوف رو از تشک بیرون بکنه. ای کاش میتونست، اجازه نمیداد که ساجیدوف از دستش فرار کنه، میبردش تو خاک و باراندازای قدرتی خودش رو هم روی این ساجیدوف روس اجرا میکرد. حالا 1-0 به سود فریدون قنبری. این تایم رو پیش میافته فریدون قنبری و یک کمی خیالمون رو راحت میکنه. دو کشتیگیر
همچنان رو سرگردن هم یه کار میکنن. فریدون قنبری ما خیلی باید هوشیار باشه، چون این ساجد تاجیدوف فوق العاده کشتیگیر زهرداریه. اینجا میره برای زیرگیری ساجیدوف، یک خم رو مال خود کرده، میشینه که خیمه بزنه. فریدون قنبری به خوبی داره در این لحظه دفاع میکنه فریدون قنبری، ولی همچنان یک خم در اختیار ساجیدوفه، در تلاشه که فریدون قنبری پاش رو در بیاره، میخواد با استفاده از قدرت خودش پا رو در بیاره، که تا این لحظه موفق نبوده و اینجا همچنان به دنبال فرار بود که متاسفانه ساجیدوف در این لحظه موفق شد فریدون قنبری ما رو خاک بکنه و حساب کار یک یک برابر میشه. به دنبال اجرای بارانداز هست ساجیدوف، دستان فوق العاده قرص و محکمی داره فریدون قنبری و معلوم بود که زور ساجیدوف به فریدون قنبری نمیرسه، ولی در این صحنه گفتم این ساجیدوف فوق العاده کشتیگیر زهرداریه. روی یک لحظه رسید به پای فریدون قنبری و دیگه این پا رو ول نکرد، یک امتیاز خودش رو گرفت. دیگه باید با آب و آتش بزنه فریدون قنبری، اگر که فقط 20 ثانیه باقی مونده، اگر که نتونه امتیاز بگیره کشتی رو باخته، باید حمله کنه فریدون قنبری. گلادیاتور کرمانشاهی ما دیگه چیزی برای از دست دادن نداره، باید با آب و آتش بزنه و حمله کنه. برو فریدون قنبری، برو برای زیرگیری و تمام. متاسفانه چیزی که برای ما باقی موند فقط آه و حسرت و خشم، خشم از این داوری، خشم از این بی‌ارزگی خودمون که چرا آخه انقدر حق ما رو میخوردن، چرا انقدر در گذشته راحت حق ما رو میخوردن. به خدا الانم که میبینید بعض داوری‌ها بهتر شده، به خاطر اینکه کلن رسانه زیاد شده، خیلی دیگه تابلوه بخوان حق خوری بکنن، وگرنه هنوزم حق ما رو میخوردن، ما هیچ کاری هم نمیتونستیم بکنیم. برگردیم صحنه آهسته، اون صحنه مشکوک وقت اول رو ببینیم. از صحنه کولنداز شروع میکنم. اینجا کولنداز رو اجرا کرد، کولنداز رو خب نتونست اجرا بکنه. اینجا دو کشتیگیر به هم پیچیدن. یه بار دیگه تو حالت آهسته ببینیم، کولنداز رو که نتونست اجرا بکنه، ساجیدوف از تشک بلند شد و فریدون قنبری به دنبالش رفت برای زیرگیری، زیر رو ول کرد و ساجیدوف رو ضد حمله اومد حمله بکنه. اینجا فریدون قنبری فرار کرد، ولی پاش مشخصه که از تشک خارج نشده. تو همین تصویر ما هم مشخصه که پای فریدون قنبری از تشک خارج نشده. در ادامه میچرخه به زیبایی گلادیاتور ما، چرخید و ساجیدوف رو پاش رو از تشک بیرون کرد. چطور این داور انقدر کور بود؟ و به نظر من این داور کور نبود، این داور رئیس تشک، قاضی، هر خری که اونجا داشت قضاوت میکرد، اینا کور نبودن، اینا پدر سوخته بودن. همین که حق فریدون قنبری ما رو به همین راحتی خوردن. ببین بعضی صحنه ها مشکوکه، آدم میگه خب این صحنه مشکوک بود. مثلا فن لنگی که صادق گودرزی به جردن باروز زد، خب ما خود آنالیز کردیم، نگاه کردیم و به نظرمون میومد که امتیاز داشت، ولی خب حداقلش آدم میگه که خب یه فن لنگ بود. یه داور میگه که این تابونده، اون یکی میگه نتابونده، این یکی میگه پاش داخل تشک بوده، اون یکی میگه پاش بیرون تشک. بالاخره صحنه یه سری شبهاتی داشت، هرچند که اونجا هم باید امتیاز به صادق گودرزی میدادن، ولی منظورم اینه که بالاخره صحنه یه چیزی بود که میشد روش بحث بکنی. اینجا چی بود؟ اینجا چه اتفاقی افتاد که به فریدون قنبری امتیاز ندادن و امتیاز رو دادن به ساجیدوف؟ چطور ممکنه؟ اگر که حالا آقا میگیم داور وسط مثلا زاویه دیدش بد بوده، درست ندیده، رئیس تشک هم ندیده، قاضی هم ندیده، هیچکی دیگه اونجا ندید، خب نمیشه که، همچین چیزی ممکن نیست که بگی هیچکی ندیده. قطعا قصد و غرضی در کار بوده، همونطور که
سالیان سال روس ها حق ما رو خوردن، هیچ اتفاقی هم نیفتاد و نمیدونم آدم چی بگه. خیلی روس ها حق ما رو خوردن، یعنی در طول تاریخ روس ها حق ما رو تا دلتون بخواد خوردن. تاریخ کشتی، حالا یه طرف کلن تاریخ سرزمینی ما، روس ها تا دلتون بخواد حق ما رو خوردن. بگذاریم آقا، این داستان جز خشم و اندوه چیز دیگه برامون نداره. حالا من اول ویدیو گفتم که راجع به زندگی فریدون قنبری آخر برنامه بیشتر توضیح میدم. ما یه مستند راجع به فریدون قنبری میخوایم بسازیم. من کلن انقدر قول مستندهای مختلف به شما دادم، روم نمیشه بگم دوباره قول مستند جدید بدم. ولی همه اینا میخوایم مستندهای خوبی بسازیم، یعنی میخوایم روش کار شده باشه، یه چیز دم دستی نباشه. فریدون قنبری هم استارت کارش رو زدیم و میخوایم یه مستند کامل و جامع در موردش بسازیم. ولی مختصرا من خدمتون توضیح بدم، فریدون قنبری در دوران کشتی خودش واقعا بدشانس بود و در جاهای مختلف به حقش نرسید، از جمله همین مسابقاتی که همین مسابقه‌ای که با هم دیدیم. و حالا نکته جالب قضیه اینه که ساجیدوف خاک بر سر نتونست برسه فینال. فریدون قنبری رو برد، رفت نیمه نهایی، به میندوراشویلی باخت. رواز میندوراشویلی که فوق العاده کشتیگیر با کیفیتی بود از گرجستان، ساجیدوف به میندوراشویلی باخت و حتی فریدون قنبری به جدول بازنده ها هم راه پیدا نکرد که حداقل برونز بگیره. و داستان خلاصه اینجوری شد در این مسابقات. و فریدون قنبری 1997 قهرمان جوانان جهان شده بود، 2004 قهرمان آسیا شده بود و توی اون سالها جدال خیلی نزدیکی داشتن با مجید خدایی که برای پوشیدن دوبنده تیم ملی، قبل ترش پژمان درستکار هم جز به این رقابت بود. ولی نهایتا فریدون قنبری مثلا جایی که میتونست خیلی خوب خودش نشون بده 2004 المپیک بود، که اونجا رو هم اصلا 2004 المپیک که وزن 84 کیلو اصلا یک کارهای خنده‌داری تو ایران کردن. امیررضا خادمو گفتن بیاد پنجمین المپیکشو بره رکورددار بشه، که چی آقا چه رکوردیه، خب نره چه کاری هستن، بیاد پنجمین المپیکشو بره. که از اون ور فریدون قنبری به خاطر امیررضا خادم کشید کنار، که حالا آخرش هم امیررضا خادم نمیدونم چی شد نرفت. مثل این که یعنی 2004 آتن توی انتخابی فکر میکنم آخرش این انتخابی برگزار که این صدای خبرنگارا و مردم و اینا در اومد، یه انتخابی برگزار کردن باخت. ولی کار با اون قضیه ندارم. فریدون قنبری بعد از دوران کشتیش، این دوران کشتیش که پرفراز و نشیب بود و همراه با بدشانسی های بسیار، بعد از دوران کشتیش دیگه خب زندگی خودش رو داشت میگرد که یه اتفاق عجیبی افتاد. سال 1393 اشتباه نکنم، اینو تو ویدیو بهتون نشون میدم، اگه سالش رو شک کردم 93 یا 96، یه حمله مسلحانه عجیب و غریبی به ماشین فریدون قنبری میشه با کلاش، یک پژو چند نفر حمله میکنن و به رگبار میبندن ماشین فریدون قنبری رو. فریدون قنبری 4 تا تیر میخوره، 2 تا کف دستش میخوره، یکی تو کتفش، یکی هم تو صورتش. حالا داستان این حمله چیه؟ خود فریدون قنبری میگه که یکی از آشناهاش چند وقت قبل از این که این حمله اتفاق بیفته میاد پیش فریدون قنبری و بهش میگه که درخواست کمک میکنه از فریدون قنبری و میگه که آره یه عده از همشهریامون ازم کلاهبرداری کردن، حقم هم بهم نمیدن و خلاصه درخواست کمک میکنه. فریدون قنبری میگه که چون من دیدم طرف آدم ضعیفی و حریف اونا نیست، خودم پا پیش گذاشتم و همراهش رفتم و یه سیلی هم به نفر اصلی اون گروه کلاهبردار زدم.
ولی داستان به اینجا ختم نمیشه. اون عده‌ای که در واقع کلاهبرداری کرده بودن و سیلیر هم خورده بودن بیکار نمیشینن، کمین میکنن برای فریدون قنبری و یه روز در شهرستان صحنه یکی از شهرهای کرمانشاه حمله میکنن به ماشین فریدون قنبری و با کلاش به رگبار میبندن ماشین فریدون قنبری رو. فریدون قنبری خودش چند جا تأکید کرده که هیچ بحث دیگه ای نبوده و من فقط و فقط برای دفاع از این همشهرین، برای دفاع از حق این آشنایی که حس کردم حریف اونا نمیشه، پا جلو گذاشتم و خب این اتفاقات برام افتاد. ولی از اون حمله نهایتاً فریدون قنبری جان سالم به در میبره، ولی سال 1400 سر یک بیماری عجیبی که حالا من اصطلاح علمیش رو یادم رفته اسم بیماریش چی بود، ولی بیماری لوزالمعده، التهاب شدید لوزالمعده که خیلی به صورت آنی اتفاق میفته، سریع اتفاق میفته، با در واقع این التهاب مراجعه میکنه بیمارستان، ولی خب دیگه نمیتونن نگهش دارن و متاسفانه فوت میکنه. داستان زندگی بعضی ها خیلی عجیبه، پر فراز و نشیب و پر از حسرت. خیلی ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. اگر که از دیدن این برنامه لذت که نداشت، واقعا لذت که نداشت، ولی خب حالا به خاطر خود من لایک بکنید که حالا بقیه هم بتونن با فریدون قنبری بیشتر آشنا بشن و این پهلوان دوست داشتنی کشورمون رو ازش بیشتر بدونن. لایک کنید، چنل رو هم حتما سابسکرایب کنید و در آخر هم مخلصتونم، خدا نگهدار.